به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام شاگرد عزیز خوش آمدید امید که همتون خوب و صحتمند باشین و درس های تانه به صورت منظم و دقیق تعقیب کنید شما خوب هستین شاگرده و خیر آمدین خوب شکر که شما هم خوب و صحتمند هستین نزدکوون که چم تویی چون ننه الوست پیل گران نزدکوون کو دلسم طولگی دا دری مضمون دولو نو تاسو په هغې چې زمنګ د نننانی لوست اون وان څه شې نه زمنګ د نننانی لوست اون وان دی دقیقې بلخی یعنی مونږ دیو بل درې جب شایر په هک معلومات تر لاس کاو چې هغه دقیقې بلخی ده خو مخکله دې چې لار شو اون نننانی لوست پې کړو یعنی دا دقیقې بلخی په هک معلومات تر لاس کړو یو لاند کټنه پثیر لوست کوو دا چې په تیر درسې جلسه کې مونږ څه شې لوستو شاگردهای عزیز اگر شما به یاد داشته باشین در جلسه قبلی ما موضوعی را زیر عنوان تربیت فرزند خواندیم البته یک شیر هم از سعدی شیرازی خواندیم نکاتی را یادآوری کرده بود که باید پدر و مادر در تربیت فرزند این موارد را در نظر بگیرند تا که فرزند را به جامعه تقدیم کنند که مایه خدمت جامعه شود و همچنان بخش آین انشا و نگارش داشتیم در جلسه قبلی که موضوع آین انشا و نگارش ما زمان و مکان در نگارش بود ای که انتخاب کردن زمان و مکان درست برای نگارش چه تأثیر بر نگارش دارم این موضوعات بود که در جلسه قبلی ما خواندیم و یاد گرفتیم نوستا که اون که کو تاسو کم زنه لره؟ یعنی تاسو دا تیر موضوعات بسامتو گزده کری. ناڅ په ټولو سکوم پوښتنه نه لرې او سره زو خپل نه نه یل واست پایلو زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغوس خبرمن شئ شاګردای عزیز مصل همیشه در درس امروزي مو اهداف درس دي که هدف درس امروزی ما است دقیقی بلخی را بشناسیم ای که دقیقی بلخی کی بود و چه کارهایی را انجام داده بود بر علاوه از این موضوع معنای لغت های جدید را یاد میگیریم یعنی معنای کلمات جدید را یاد میگیریم که باز میتونیم در جملات خاصی از این لغات استفاده کنیم نست که رازی چخپلو است ده تل پشن زلو است تاسو ته دقت وکړئ تر څو د کلماتو درست تلفظ زده کړئ او سربېره پر دې د دقیقې بلخې په حق هم یو څه معلومات تر کړئ خو د متن له پیلولو څخه من اینجا دیر ماندم خوار گشتم عزیز از ماندن دایم شود خوار چواب در شمر بسیار ماند زهومت گیرد از آرام بسیار وېځدل تړیر پاتې شوما خوار شلمہ وی هر عزیز دی هر دوست دی هلمرګره چې تاسوخه د ټاکل شی وخت نتر ډیره مودي پوري پات شي هغه تاسوخه خواريږي یعنی همغه قدر او عزت کميږي جوابن در شمر بسیار ماند کچیر وی او بو پی او هاوس کی پی اور دن کتر ډیره وخت پوري پات شي زحمت کیره د از آرام بسیار د ډیر آرام نه د ډیر پات کی دون حالت و يخلیک نه تاسو چې دغه ولاړ یو وګورې ستکونکو نو رازو وس د لواست متن ته زه تاسو ته او همغه برخه کې خپل لاس هم کردی تر څو خورک نشی ابو منصور محمد بن احمد دقیقی با منصور بن نوح نوح بن منصور سامانی معاصر بوده و بعضی از عمرای چغانیان را مد گفته است وی پیش از فردوسی به گفتن شاهنامه اقدام کرده است هزار بیت در باب سلطنت گشتاسب به نظم آورد و فردوسی این هزار بیت را بر اثر خوابی که دیده بود در شاهنامه خود نقل کرده است دقیقی بلخی شاعر مدیحه سرا و بزرگ زبان فارسی دری با عمر کوتاهی که داشت به سرودن اشعار گوناگون دست یازید و آنچه مسلم است دیوانش از اکثر اشعار اهم از غزل قصیده و مصنوی انباشته بود اما در حال حاضر از او مطالب زیادی که در خورشان او باشد در دست نیست دقیقی سی فراوان به سرودن شاه نام داشت ولی بنابر دلایل نامعلوم در عهد شباب به دست غلام خود کشته شد که بعد از آن فردوسی شاهنامه را به اتمام رسانید زندگی برای دقیقی بسیار بیوفا بود و در این مدت کوتاه نیز او به دربارهای مختلف که در آن دوران وجود داشت سرکشی کرد از قصاید معدود او که به دست آمده پیداست که سخنش پخته و بلیغ بوده است اما چون عمرش طولانی نبود نمیتوان مرام و مسلک واقعی او را دریافت او در زمان زندگی یک جا ساکن نبود و شاید دنبال ماوای میگشت اما عجل به او مهلت نداد در میان سامانیان با امیر منصور بن نوح و فرزندش نوح بن منصور ارتباط یافت و برخی معتقدند که به فرمان آنها بود که به نظم شاهنامه پرداخت دقیقی شاعر مدیه سرا بود و از خوشی های زندگی لذت می برد و ای چون به میان سالی نرسید نمی توان روحیات او را سنجید اما اشعاری که از او باز مانده بسیار پخته و چنین می نماید که اگر ادامه می یافت آثارش جز شاهکارهای ادبی تاریخ محسوب می شد چه ده ادامه با نزده کو دقیقی بلخی دکلام کلام نمونه هم لرو تا صورتا دقت کری برف ای سنم ابری بهشتی زمین را خلعت اردی بهشتی زمین برسان خون دیبا هوا برسان مشک اندوده مشتی به تعمی نوش گشته چشمه آب برنگ دیده آهوی دشتی چنان گردد زمان هزمان که در دشت پلنگ آهو نگیرد جز بکشتی با باید کنون خورشید چهره مهی گردارد از خورشید پشتی جهان تا اوز گونه گشت گویی با جای نرمی و جای درشتی بدان ماند که گوی از می مشک مثال دوست بر سهرانه بشتی ز گل بوی گلا باید بدان سان که پنداری گل در گل سرشتی گرانوز کوونکو کو ده همود دقیقی بلخی ده کلام نمونه اوس رازو په خبری خبرې کوو چې دقیقې او کوم کارونه یې ګرانو ځکه وونکو دقیقيه بلخي د هغه شاعرانو لړل سره غنل کیږي چې د چغانيانو همغه عمره یا هم همغه حاکمانو ستایه نه کړی دا, دا, ش... دا, دا او مخکله د چ فرداوسی د شاهنامې لیکلو ته په لوګړي د فرداوسی سره مخ کې هم د دقیقيه بلخي د شاهنامې لیکلو ته په لوګړي کريده او ضربتې د ګشتا سیب د سلطنت یا حکومترانی په حق لګي ویلې دي چې فردوسي بیا همدغه موضوع خوب کلیدللو یعنی همدغه ضربیته په حق له خوب کلیدللو چې بیا ورسره د هغه دغه ضربیته واغسل او په شاهنامه کې ذکر کړل همدارنګ ځکهونکو دا دقیقې بلخی د لار عمر په درلودل سره زیات آثار ماسترارل په زیاتو برخو کې کارونه کړل مثلا د غزل ویلې د قصیده مسنوی یعنی په دې برخو کې دا هم آثار لري او کارونه کړي خو په ډیر خوشینې سره اوس هغه آثار په لاس کې نشته چې د دې د شان درخور وي یعنی د دې د منزله او مقام سره برابر وي دقیقيه بلخي ډېر کوشش وکړ ترسو چې شاهنامه تكميله کړي خو د نامعلومو دلایلو په واسطه د د خپل غلام په واسطه او وجهل شو چې د دقیقيه بلخي سخه ورسته بي افردوسي شاهنامه تكميله کړله سربېره په دیس د کوونکو دقیقيه بلخي د لاند عمر په درلودل سره مختلف دربارونو ته یې لار پیدا کړله او مختلف آثار یې ولیکل همدارګه ځکهونکو دقیقې بلخی دیو زنه بلزات او زیات آثار هم ماینستراوري خو د دې لپاره چې دا همغه میان سالیته نو رسیدلې هغه آثار چې ماینستراوري د دغه آثار لمخي دانشمندان او هم همدرګه ادبیتبهان نشي کولای د تشخیص کری چې د دقیقې بلخی نظریه سه یو یا هم همدرګه آثار په کم د تصره ماینستراورل که کوم اثر څورخه را پاتیدې د ډیر غره او خا اثر دي چې مونږ په کتاب کې د کلام نمونه ورته هم راوړې ده دا کله د کلام نمونې چې د دقیقې بلخې د ځکونکو د ید پسرلي د موسم په حق لوېل دي دا چې د پسرلي په موسم کې طبیعت نوې جامه اغوندي یع همداغه نړی نوې جامه اغوندي بار افغان ای سنم ابرې بهشتي زمين را خلعت اور دې بهشتي وي اي سنام مقصد دي سنام څخه څه ریزه کوونکو مقصد دي سنام څخه همداغه په سر لایدي وي د په سرلی په موسم کې د سي اوري زراغله يا همداوريزي په دي شکل سردي لکه څنګه چې د 100 میاشت کې همده سي وريګي یعنی 12 انوريګي د باران, باران په وريدل ست کوونکو د همداغه نو بوتو د شنکېدو سبب کیږي زمين برسان خونالوددي با هوا برسان مشک اندوده مشتي وي دغز د او سافیا سپین ابریشم په شاند چې په کیسر سره د وینې لاکې دی مقصد یې د همدغه وینې لاکو څخه شته ستكون کو مقصد یې د سره لاکو څخه د راتول ګل دی یعنی په دغه دختو کې د ګل لالا یا همدغه د راتول غا ګل د سراشین شوه لکه څنګه چې تفکر کوي په سپین ابریشم کې سره د وینې لاکې موجود وي او هوا دومره خوشبوې شوې ده چې موټي موټي مشک تا په دې هوا کې تیت کری وی به نوش گشته چشمه آب برنگ دیده آهوی دشتی وی دغه چشمه یا هم د همدغه چینو اوبا په هغه انداز راڼي او صاف دي چې د خوڑل دي یعنی په دې اندازه د اوبا صاف او رانی دي او سربیره پر دې ز د کوونکو د پسرلي د موسم نور زنګرتیه او یادونه هم په دې شعر کې کړی ده چې تاسو هر بیت بیا هم لزان سره ماناکړي کچیر د کومبایت په معنا کول کی کوم استونز د لود بیا د الماسخه پخت نه کړی نه د لوس په دې برخه کې بعضو لوغاتو ماته تصویر نویس کړي دي چې دغه لوغه نو پاس تاسو کولای شی... شي دا شرب اسانی سره معنی کړی لومړی لغت ده شمار یانه وډوکه هاوس یا چورته هاوس چې هم ویل کیږي زحمت ناولوب یا هم همغه ولاره یا ککړیوب اوردی او حکم مه لویته هبر از استكون کو د سپوګمیل لپاره هم من کوله شو دا وکړو درشتي هموار رسمکه یا اوارز مکه چورته وایي سرهشت یعنی خويا فطره کچې ربل لغت زده کوونک تاسو سخته او کولای شي چې هغه هم پخت نه وکړي تر دې دمو کومه پخت نه نه لری یعنی تاسو د موضوعات زده کړ نه چکم کوم نه لري او زو خپل د لوست بلې برخه ته ګران زده کوونکو د لوست در بخش توضیحات سه لغت به ما معنا کده ک عبارت از هزمان یعنی هر زمان هر وقت مشت به زمین میم نوع از جامعه لطیف و حریر و نازک نبشته یعنی نقش کردن یا هم اول. د زکون کو كو ده هم د توضیحاتو برخه نو چې تاسو کوم نه لري او د نن موضوعات مهم مو هم په سمه توګه ذکري اوس د سش نو بده اوس د لوستو عزیز در درس امروزی ما در باری دقیقی دقیقې فهمیدیم ای کی دقیقی بلخي کی بود و چه کارهای را انجام داده بود بر علاوه از این موضوع معنای لغات جدید یاد گرفتیم ای بود موضوعات درس امروزی ما حال میریم به طرف کارخانگی کرانسته کوونکو ساسو د ننانیلو اسکار خانګی دا د چ کوم لغتونه میچتا ست در کړل او معنی مې هم کړ دغه لغتونو ته مناسب جمله جوړ کړئ نو دا وز موږ دا ننانیلو موضوعات ومی دي کې موضوعات درس مروزی په صورت درستش یاد گرفته بشئ د بل درس د پیلو وړاندې لنډه د ماخلو